سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش اومدید. در این برنامه به ماجرای عجیب حمایت علی اکبر رائفی پور، سخنران حکومتی جمهوری اسلامی از شادمهر عقیلی و شهرام شب‌پره و همچنین تخریب شدید ابراهیم حامدی معروف به ابی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. در ایران هر کسی که به هسته حکومت نزدیک تر باشه تریبون خاصی به او اعطا میشه. تریبونی جهت انتشار افکار پوچ و حرفایی بی اساس. تریبونی که باعث میشه در جامعه ایرانی نوع مدرنی از خرافات که مخلوع شبه علم و توهم توته است به صورت چشمگیری رواج پیدا کنه تا هرچه بیشتر جوانان این سرزمین از منطق و قوه تعقل کمتر بهره ببرن. در این بین شخصیتی در افکار جمهوری اسلامی زاده و پرورش یافته، شخصی به نام علی اکبر رائفی پور. علی اکبر رائفی پور و تعدادی از افراد مشخص در جمهوری اسلامی این امکان و فرصت رو در اختیار دارن که دیدگاه‌ها و حرفاشون رو به طرق مختلف منتشر کنن و تریبون‌های رسمی و غیر رسمی مثل تلویزیون در خدمت بازنشر سخنان این افراد قرار داره. در حالی که فعالان سیاسی، افراد دانشگاهی و منتقدان حکومت همواره در انتشار دیدگاه‌ها و نظراتشون با محدودیت‌های روبرو هستن و گاهی دستگاه قضایی اونها رو احضار و احکام زندان و ممنوعیت فعالیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای برای اونها صادر می‌کنه، اما این محدودیت‌ها و نگرانی‌ها برای حامیان حکومت وجود نداره. این افراد از نظر فعالان سیاسی به نوعی آتش به اختیار هستند و با سوابق و تحصیلات متفاوتی در این طیف قرار دارند. در بین این افراد از چهره‌های دانشگاهی دیده میشه تا کسایی که حتی درباره داشتن یا نداشتن مدرک تحصیلی اونها شک و تردید وجود داره. خر حزب‌اللهی، سگ سکولار، سلبریتی و غرب‌گدا از واژگانی که رائفی پور در خطاب به دیگران از اونها بهره برده. از ادبیات تهاجمی و خشن رائفی پور در ستیز با دیگران به عنوان یکی از دلایل نبود گرایش در دیگران برای نقد او اشاره میشه. اظهار نظرها و سخنرانی‌های رائفی پور عموماً در شبکه‌های اجتماعی واکنش ایجاد می‌کنه. او از پرمخاطب‌ترین مروج خبرهای ساختگی و نظریه‌های توطئه در بین جوانان معروف به حزب‌اللهیه. منتقدان او بر این باورن که او چندان علمی صحبت نمی‌کنه که بشه با زبان علم پاسخش داد و گفته‌های او رو یافته‌ها و بافته‌های فاقد اعتبار می‌دونن. منتقدان او روش استدلال او را بیان با اعتماد به نفس خبرهای به کلی ساختگی به عنوان واقعیت‌های بدیهی می‌دونن. اون هم در جمعیتی اونچنان زیاد که مخاطب اگه بخوادم فرصت درستی سنجی اونها رو نداره. مدتی قبل در فضای مجازی کلیپی از سخنرانی رائفی پور منتشر شد که حاوی جملات جدیدی بود. او ابتدا از شادمهر عقیلی حمایت گسترده‌ای کرد و از اینکه در کشور عرب با ویولون موزیک ای ایران ای مرز پرگوهر را نواخته بود بسیار به وجد اومده بود و بالعکس تخریب عجیبی از ابراهیم حامدی یا همون ابی خودمون کرد و گفت این مرد اختیارش رو به دست زنش محشید داده و در جای دیگه گفته بود شهرام شب‌پره هر روز پیغام میفرسته و آرزوی برگشت به ایران رو داره. شادمهر بلند شد رفت امارات، گفت اینا میخوان منو دیگه راه ندن، به درک راه نمیدن. ای ایرانو زد با ویولون. به قرآن و شرف داره به همتون چون نمک نشناس نیست. میگه بابا این خاک منه. اون ابی هم عقلشو داده دست این زنی که محشید. نابودش کرد خدا وکیلی. جلو ایران باید از عربستان سعودی دفاع کنی؟ یعنی عقلتو دست بز میدادی بهتر بود تا دست اون محشید بدی. خواننده بیا محسن چاوشی. عینک ریبون اصلم هرچی دارم مال تو میخونه؟ امیر بیگزندم میخونه چون داره برا مردم میخونه. بعد کوچکترین تعرض نسبت به ایران بخواد صورت بگیره میگه آقا من این ورم ها، من این ور خطم. ببین ما رو به چه روزی انداختن این سلبریتی ها که یه نفر وطنش رو دوست داریم میگیم خدا پدرتو بیامرزه.
حبیب شرف داشت. البته که حبیب یه تارمو شرف داره به اینا. حبیب گفت برگردم ایران. اومد برای این رزمندگانمونم خوند. گفت میخوام تو این خاک دفن بشم. شرم شب پره هر روز داره پیغام میفرسته میگه به خدا خواننده های خودتون از من ریتمیکتر و تندتر میخونن. البته فکر میکنم آقای رایفی پور فراموش کرده که حبیب هیچ وقت اجازه برگزاری کنسرت در ایران پیدا نکرد و در این آرزوی دست نیافتنی درگذشت. چند سال پیش فیلمی از کنسرت شادمهر عقیلی در دبی منتشر شد که حواشی جدیدی رو به راه انداخت. شادمهر در این فیلم به طرفداران و افراد حاضر در سالن برگزاری کنسرت میگه دیگه پامو تو دبی نمیذارم. این فیلم رو هم بگیرید و به همه نشون بدید تا بدونن ایرانی بالاتر از هم است. ما به اماراتی ها باج نمیدیم و هیچ احتیاجی به اونها نداریم. دلیل این صحبت‌های شادمهر هم برمیگرده به مسئولین امارات که با اجرای آهنگ ای ایران مشکل داشتن و رفتار ناشایست اماراتی‌ها علیه شهروندان ایرانی. علی اکبر رائفی پور متولد 1363 است و لیسانس حسابداری از شاهرود داره. سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه نداره و بر اساس اونچه وبسایت‌ها نوشتن، پیش‌زمینه علاقه او به مسائل مذهبی به دو پدر بزرگ او از طرف مادری و پدریش برمیگرده که امام جماعت مسجد بودن. علی اکبر رائفی پور در سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های جنجالی طرفدار حکومت تبدیل شده، اما اونچه باعث شده که یه متولد دهه 60 در کانون توجه رسانه‌ها قرار بگیره به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمیگرده، زمانی که تب سخنان ضد اسرائیلی در حکومت به شدت بالا گرفته بود و او در چنان فضایی تونست در مساجد، دانشگاه‌ها به عنوان سخنران دعوت بشه و خودشو به عنوان یه ضد صهیونیسم دو آتیشه نشون بده. آقای رائفی پور همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از ابراهیم رئیسی حمایت کرد و او رو یاور شب هنگام فقرا خونده بود و خرداد ماه همون سال به تتلو امیر مقصودلو نامه نوشت و از حمایت این خواننده جنجالی و پرحاشیه از ابراهیم رئیسی قدردانی کرد و نوشت امیر حسین عزیز، به خاطر این روزها به حالت قبطه میخورم، نه فقط از این جهت که مظلوم واقع شدی، بلکه بیشتر برای اینکه معیار تشخیص حق از باطل گشته ای. خبرگزاری های رسمی از جمله ایسنا برها نوشتن که او معمولا در هر سخنرانیش ادعاهای عجیب و قابل تأملی مطرح میکنه، اما تقریبا هیچ وقت سندی علمی برای ادعاهاش ارائه نمیده. خبرگزاری ایسنا در گذشته نوشته بود سخنان او معمولا بر پایه سرچ های اینترنتی و گوگلی و مرجع علمی خاصی نداره. او عاشق طرحی معما و حل کردن اونه و با آب و تاب شرح دادن برای مخاطبانشه. دوستان عزیز، ممنونیم که بالای کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.